سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخواییم صبحانه ای رو به شما معرفی کنیم که اجازه نمیده سکته کنید و عروق شما رو پاکسازی میکنه. همچنین معجون هایی رو به شما معرفی میکنیم که میتونه از بروز سکته جلوگیری کنه. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید و دکمه آل رو بزنید تا از همه ویدیوهای ما با خبر بشید. مورد اول، اتمیل با جوی دو سر. کسایی که برای وعده صبحانه‌شون به جای تخم مرغ و نان توست از جوی دو سر یا همون اتمیل استفاده میکنن، خطر کمتری برای ابتلا به سکته دارن. مصرف روزانه صبحانه و مشخصا مصرف اتمیل خطر ابتلا به سکته رو کاهش میده. البته این موضوع همچنان نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری داره. محققان اطلاعات رژیمی رو روی 55,000 نفر در دانمارک که 56 سال سن داشتن انجام دادن و این افراد هیچ سابقه ای در سکته نداشتن. هنگام شروع هر هفته شرکت کنندگان به طور میانگین 2 وعده تخم مرغ، 3 وعده نان سفید و 1 وعده ماست و 1 وعده هم اتمیل مصرف میکردن. اونها همچنین نیمی از شرکت کنندگان رو به مدت 13 سال مورد آزمایش و تحلیل قرار دادن و بعد از این تحقیقات متوجه شدند که 2260 نفر از اونها سکته کردند. این افراد اکثراً 1 عدد تخم مرغ و نان سفید رو جایگزین اتمیل کرده بودند، ولی افرادی که اتمیل رو جایگزین این مواد کردن 4% خطر ابتلا کمتری به سکته در مقایسه با کسایی دارند که صبحانه تخم مرغ و نان می‌خورند. کلسترول یه عامل خطر برای سکته است و نتایج نشون میده که مصرف جوی دو سر سطح کلسترول رو کاهش میده که تاثیر بلند مدتی در جلوگیری از سکته داره. اگه 1 بار در هفته تخم مرغ و نان سفید رو با اتمیل جایگزین کنید، خطر سکته تا 5% کاهش پیدا میکنه، زیرا احتمال مسدود شدن رگ‌ها کم میشه. مورد بعدی، شکلات سیاه. مطالعات نشون میده کسایی که شکلات سیاه رو در وعده صبحانه‌شون میگنجونن، کمتر دچار سکته میشن. زیرا شکلات سیاه سرشار از پلی‌فنوله که به کاهش کلسترول بد خون و حفظ خاصیت ارتجایی جداری رگ‌های خونی کمک زیادی می‌کنه. همچنین مصرف روزانه شکلات سیاه باعث کاهش فشار خون میشه. پس شکلات سیاه رو نیز به میز صبحانه‌تون دعوت کنید، اما در مصرفش افراط نکنید. مورد بعدی، چای سبز. درسته، چای سبز رو هم میتونید در وعده خودتون اضافه کنید. بسیاری از افراد در وعده صبحانه چای سیاه می نوشن، اما بهتره به جای این چای از چای سبز استفاده کنید، زیرا فلانوئیدهای موجود در چای سبز از جداری رگ‌های خونی محافظت می کنه و تأثیر ویژه‌ای در مقابله با بیماری‌های قلبی عروقی داره. پس روزتون رو با نوشیدن 1 فنجان چای سبز آغاز کنید تا حدود 200 میلی گرم فلانوئید به بدنتون برسونید. اما توصیه میکنیم که هرگز به چای سبزتون شکر یا شیر اضافه نکنید، چون تاثیر اون کاهش پیدا میکنه. علاوه بر مصرف چای سبز در صبح، میتونید روزانه 3 فنجان دیگه چای سبز بنوشید تا از خاصیت محافظتی فلانوئیدها بهره ببرید و خطر سکته قلبی رو به میزان 20% کاهش بدید. مورد بعدی، میوه های قرمز رنگه. بهترین صبحانه برای بالا بردن سلامت قلب و عروق خوردن یه پیاله میوه های ریز قرمز رنگی مثل توت فرنگی، مرده صحرایی قرمز به همراه جوی دو سره. آنتوسیانین ها یعنی رنگدانه های موجود در این میوه ها خاصیت ضد سرطانی داره و باعث تقویت و محافظت از جدارهای رگ های خونی میشه و اجازه نمیده که رگ ها مسدود بشن. پس افرادی که روزشون رو با خوردن این میوه ها آغاز میکنن و هر هفته حداقل 3 مرتبه میوه ریز قرمز رنگ میخورن، کمتر در معرض مشکلات قلبی و عروقی قرار میگیرن. مورد بعدی، آب اناره. بسیاری از افراد در وعده صبحانه آب پرتقال مینوشن. توصیه میکنیم اگه خواهان قلبی سالم هستید، به جای آب پرتقال آب انار بنوشید، زیرا آب انار حاوی اثرات ضد استروژنی و ضد آندروژنی و آنتی اکسیدانیه و مصرف روزانه آب انار به مدت 3 ماه باعث بهبود و افزایش جریان خون به سمت قلب میشه و برای سلامتی بدن مفیده. بهتره در صورت مصرف آب انار از آب انارهای طبیعی و بدون قند افزوده استفاده کنید. یادتون باشه مطالعه نشون داده افرادی که در وعده صبحانه از نان سفید و تخم مرغ بیشتری استفاده میکنن، به طور کلی عادات غذایی اشتباه تری دارن و باید بیشتر از خودشون مراقبت کنن.
برای کاهش خطر سکته علاوه بر تغییر صبحانه باید عاداتی مثل ترک سیگار، ورزش منظم، نگه داشتن وزن در حالت متناسب، فشار خون متناسب، کلسترول و قند خون متعادل و داشتن رژیم غذایی سالم که شامل غلات کامل، میوه و سبزیجات و پروتئین با شیرینی‌جات و چربی‌های کم رو در خودتون به وجود بیارید. رژیم غذایی مدیترانه ای رو میتونید استفاده کنید چرا که از بیماری قلبی عروقی جلوگیری میکنه. روغن سبزیجات همراه با چربی های غیرش، با خوردن آجیل، مصرف میوه و سبزیجات، محصولات لبنی کمچرب، غلات و حبوبات، ماهی و گوشت بوقلمون و کاهش مصرف گوشت قرمز و کاهش شکر و نمک بسیار کمک کننده است. حالا به شما معجونی آموزش میدیم که یه روش راحت و طبیعی برای باز کردن عروق قلبیه. قبل از اون باید بدونید که عروق قلبی و گرفتگیش داره یه سری علائمه مثل ضعف، دشواری در تنفس، سردرد، بی‌حسی صورت، فلج. اگه عروق کرونر دچار گرفتگی بشه، استفراغ، اضطراب شدید، درد قفسه سینه، سرفه و احساس ضعف هم می‌کنید. ممکنه در برخی از افراد شریان‌های کلیوی هم دچار مشکل بشن. از دست دادن اشتها، ورم کردن دست و پا و دشواری در تمرکز هم از دیگر علائمه. چه معجونی میتونیم استفاده کنیم؟ میتونید از معجون سیر و لیمو استفاده کنید. شربت ترکیب سیر و لیمو یکی از بهترین اشکال دارویی در طب سنتی برای درمان گرفتگی عروق قلبیه و به باز شدن عروق کرونر قلبی کمک میکنه و از سکته قلبی و مغزی جلوگیری میکنه. مصرف این ترکیب فشار خون و چربی کلسترول خون رو کاهش میده. طبع سیر گرم و خشکه. سیر رقیق کننده خونه و فشار خون و چربی خون رو تنظیم میکنه. برای تهیه شربت که به اون شربت سومیسل هم گفته میشه، 5 عدد لیمو ترش رو با پوست بعد از جدا کردن هسته هاش و 30 حبه سیر بدون پوست رو درون دستگاه مخلوط کن یا میکسر بریزید تا له بشه. سپس اون رو به همراه 1 لیتر آب بجوشونید. زمانی که یه جوش خورد، فقط یک بار اون رو از روی حرارت بردارید و بعد از سرد شدن معجون آماده رو میتونید از صافی رد کنید و اون رو درون شیشه بذارید و داخل یخچال بذارید. مصرف این معجون روزانه بعد از هر وعده غذایی به مقدار 30 سی سی یا نصف استکان به مدت 40 روز به درمان بسیاری از بیماری ها کمک میکنه. صبحانه یکی از مهمترین وعده های غذاییه که متاسفانه علی رغم توصیه های متخصصان تغذیه بسیاری از افراد از خوردنش صرف نظر میکنن. بسیاری از افراد نیز در وعده صبحانه شون دنبال غذاهای ناسالم و چرب مثل سوسیس و کالباس، کره و لبنیات پرچرب میرن. باید توجه داشته باشید که نخوردن صبحانه و مصرف غذاهای چرب در وعده صبحانه هر دو به سلامتی شما به خصوص سلامت قلب و عروقتون آسیب میزنه. پس برای داشتن قلبی سالم باید صبحانه بخورید و مواد غذایی سالمی رو که بهتون معرفی کردم رو در وعده‌های غذاییتون استفاده کنید. اگه میخواید همیشه تندرست و سالم باشید و قلبتون از سکته دور نمونه، این غذاها رو در وعده صبحانه‌تون یا میان وعده به صورت مکمل استفاده کنید و قلبی سالم داشته باشید. شما کدوم وعده غذایی رو استفاده می‌کنید؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت برای ما بذارید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.